این رشته کوههای البرز مانع از ورود ابرها به فلات مرکزی ایران شده و یک محافظ بارانی ایجاد کرده که نهایتاً باعث می شود هوای مازندران معتدل و خنک باشد. گروه مستند در این فیلم نگاهی به زندگی خرس‌ها در کوهستان‌ها و جنگل‌های هیرکانی شمال ایران دارد. گروه مستند راه طولانی و صعب العبور کوهستان‌های مرتفع را می‌پیمایند تا به زیستگاه خرس‌ها برسند. بهار در اینجا در کوهستان‌های بلند اوائل خرداد ماه است. جنگلی که پشت سر من ملاحظه میکنید جنگل بلوط هست، جنگل بلوط ارتفاعات بالای 2000 متر. خیلی شاید براتون سوال باشه که چرا این جنگل تنک هست و خیلی از درخت ها شکستن یا سوختن. این مناطق مناطقی هست که ساقه به درخت ها برخورد میکنه و باعث آتش سوزی سوختن آتش سوزی میشه. من به ارتفاعات اومدم، برف روی زمین نشسته، جنگل هنوز سبز نشده و خرس ها در این موقع از سال ارتفاع کم میکنن، به مناطق و دره های پایین دست میرن برای اینکه از سبزی ها و علوفه های تازه کوهستان تغذیه بکنن. یواش 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 هر چقدر که این علوفه های کوهستانی شروع به رشد میکنن، خرس ها هم همزمان با قد کشیدن این علوفه ها ارتفاع میگیرن و در نهایت در اواخر خرداد ما خرس ها رو در ارتفاعات 3000 به بالا 3500 به بالا میتونید مشاهده کنید. معمولا خرس ها پس از 8 ماه آبستنی 1-2 تا 3 توله را در شکاف صخره ها و غارها به دنیا می آورند. در ابتدای تولد 200 تا 600 گرم وزن داشته و چشمهایشان در یک ماهگی باز می شوند. خرس مادر به سرعت از علفهای تازه و آبدار می خورد تا توان از دست رفته دوران زایمان را جبران کند.
خرس‌های ماده در این فصل، اکثر خرس‌های ماده تنها نیستند و یک، دو و احیانا سه توله همراه ماده خرس‌ها میتونید مشاهده کنید. خرس‌های ماده به شدت از خرس‌های نر در این فصل دوری میکنند و اگر خرس نری در منطقه ای در حال چرا باشه و در حال گشت و گذار باشه، خرس‌های ماده از اون منطقه فاصله میگیرند. خرس نر در برخورد با خرس ماده‌ای که توله داره در اکثر مواقع به توله‌ها حمله میکنه و توله‌ها رو میکشه. بنابراین خرس‌های ماده توله‌های خودشون رو سعی میکنن که از خرس‌های نر دور نگه دارن و در مناطقی مشغول به تغذیه و چرا باشن که خرس‌های نر حضور ندارن. با شروع بهار طبیعت شروع به سبز شدن میکنه و این سبز شدن از ارتفاعات پایین شروع میشه و تا اواخر بهار به ارتفاعات بالای 4000 متر میرسه. بنابراین خرس ها برای تغذیه از علوفه‌های جنگلی، علوفه‌های کوهستانی، سبزی‌های کوهستانی از ارتفاعات کم شروع میکنن و یواش 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 با آب شدن برف ها و قد کشیدن این سبزی‌های وحشی به ارتفاعات میرسه. خرس و توله هایش با جابجا کردن سنگ ها از مورچه ها و حشرات زیر سنگ ها می خورند. توله ها معمولا تا سال دوم همراه مادرشان دیده می شوند. بدین ترتیب خرس ها هر سال توله آوری ندارند. خرس ماده هر دو یا سه سال یک بار می زاید. خرس ها از نظر بویایی بسیار قوی هستند. به خوبی شنا می کنند، حس شنوایی خوبی دارند، اما حس بیناییشان ضعیف است.
مناطق جنگلی شرق مازندران هستیم، به ارتفاع تقریبا 400 تا 500 متری اومدیم. توی این منطقه اصولا زمستون گرمتر هست نسبت به ارتفاعات و خرس‌ها تقریبا در تمام سال فعالن. اومدیم ببینیم که آیا میتونیم یک تفاوتی بین خرس‌های این مناطق با مناطق کوهستانی بالای 2500 متر پیدا کنیم یا نه. خرس جوانه و فوق‌العاده درشته، تقریبا بزرگترین جزء و بزرگترین خرس هایی هست که ما توی چند سال تونستیم تصویر برداری کنیم. خرس ها با مزه ترین، جالب ترین و بزرگترین پستاندار گوشتخوار ایران محسوب می شوند. وزن خرس نر به 100 تا 385 کیلوگرم و طول بدنشان به 180 تا 250 سانتی متر میرسد، اما وزن ماده هایش کمتر میباشد. عمر آنها تا حدود 30 یا 45 سال میرسد. استان کم شده و پاییز فرا می رسد. پاییز بهار دوباره طبیعت است. در این فصل میوه‌های جنگلی و کوهساران رسیده، خرس و دیگر حیوانات مجال آن را پیدا کرده تا با خوردن ازگیر وحشی، تمشک، ولیک و آلوچه، خرمالوی وحشی و دیگر میوه ها چربی لازم را ذخیره نموده تا خود را برای زمستان سخت و سرد پیش رو آماده کنند. وزن آنها در پاییز فصل میوه‌ها تا دو برابر افزایش می‌یابد. با غروب آفتاب و فرارسیدن شب، خرس‌ها و توله‌ها از درختان بالا می‌روند. آنها با ولع زیاد از دسرهای شبانه می‌خورند و شاخه‌های توت، گلابی، سیب و بلوط را می‌شکنند.
آنها تا سپیده صبح به خوردن ادامه می دهند. عجب درخت زرشکی، خیلی پرباره و غذای خرساس. البته ما هم داریم ازش میخوریم و خستگی ما رو درک کن. امیدوارم که بتونیم مشاهده از خرس هم داشته باشیم. من که از خوردن این زرشکا سیر نمیشم، ولی وقت هم کم باید راه بیفتیم. رد پای خرس بسیار شبیه به رد پای دشمن درجه یکش یعنی انسان است. رد خرس جای پنجه‌هاش هست، تو گل سر خورده، جای دستشه. آثار شکستن شاخه بلوط توسط خرس. این فصل خرس آفت درختای بلوطه. تو دستش برسه میخوره، اگه دستش نرسه هم شاخه رو میشکنه و میندازه پایین. شاخه بلوط هم شکسته شد، تازه شکسته شد. شاخه تازه شکسته شدم، احتمالا مال دیروزه. و این درخت رو خود کرده. تو مسیرش داریم میریم و داریم دنبالش میکنم. بلوط نیز غذای مورد علاقه پرچربی برای خرس خواست. آنها با خوردن میوه ها خسته های آنها را در سطح جنگل و کوهستان دفع و پخش می کنند و بدین صورت به تجدید حیات درختان کمک می کنند. همچنین آنها با از بین بردن حشرات و جوندگان مضر نقش مؤثری در کنترل آفات به عهده دارند.
زمانی که شما به خرس‌ها فرصت لازم برای تغذیه آرام و در امنیت کامل رو در ارتفاعات نمیدید، خرس‌ها مجبور میشن که این ارتفاعات رو رها بکنن، دوباره وارد مناطق پایین دست جنگلی بشن و حالا هنوز میوه‌های جنگلی نرسیدن، جنگل غذایی برای خرس نداره. خرس‌ها مجبور میشن به مناطق حاشیه مناطق روستایی بیان، به دام‌ها خدمت شما عرض کنم، به کندوهای زنبور و و و اتفاقاتی که باعث میشه خرس‌ها به انسان‌ها نزدیک بشن و برای خود انسان‌ها هم خطرساز بشه. به ارتفاعات میاد، خرس‌ها مجبور میشن که این مناطق مستعد مرتعی رو رها بکنن و دوباره رو بیارن به شبگرد بودن. مسئله‌ای که هست در بسیاری از مناطق، دامدارها رعایت زمان ورود به مراتع رو نمی کنه، بنابراین خرس‌ها زمان کمتری برای تغذیه در ارتفاعات دارن. با ورود دام به ارتفاعات مهمترین مشکل برای خرس‌ها به وجود میاد و حضور سگ‌های گله هست که باعث میشه خرس‌ها نتونن در طول روز چرا بکنن. وقتی که کشاورزان و باغداران در کنار مزارع و باغها برای گرازها تله می‌گذارند، اما در بیشتر موارد با اطلاع به موقع به محیطبانان آنها را بیهوش کرده و از بند نجات و در طبیعت رها می‌کنند. این توله خرس بیچاره به دلیل حمله سگ‌های گله از مادرش جدا افتاده، اکنون مضطرب و نگران است. متاسفانه محیطبانان نتوانستند مادرش را پیدا کنند و او را رها کنند، تا اینکه پس از مدتی شنیدیم که به دلیل دوری از آغوش گرم مادر بیمار و تلف شده است. از این طول کشی ها توسط بعضی از ناآگاهان کم سراغ نداریم، اما در این لحظات زیبا شرم‌آور است که تصاویری از رفتار بد برخی از متخلفین نشان دهیم. اما مطمئن و دلگرم به شما هستیم که این بامزه‌های طبیعت سرزمین زیبای ایرانمان را دوست بدارید و مراقب خرس‌ها، به ویژه خرس‌های مادر و توله‌هایش خواهید بود.
به امید روزی که آیندگان از رفتار ما با طبیعت اطرافمان به نیکی یاد کنند.